یکی دیگه چیزی که من فکرم توی فاینال کات خیلی مشخص باشه که چجوری کار میکنه این تکست یا همون تیتراژ هست. شما به محض اینکه بزنیدش اینجا باز میشه این پنجره و برای دیدن هر کدوم از اینها میتونید شما کلیک موستون رو روش درگ بکنید یا اگر موستون اینجا باشه انتخابش بکنید و اسپیس رو بزنید میتونید ببینید هر کدوم از اینها رو، پریست ها رو. اگر دکمه پایین رو روی کیبوردتون بزنید میتونید تکست بعدی رو ببینید یا بعدی یا بعدی یا این تکست یا این یکی تکست و حالا هر کدومش که خواستید میتونید درگ بکنید روی تایملاینتون. و اینجا من الان میتونم بیام بگم که این تکستم و عنوانش رو بذار وستر این مشخصه ها که اینجا دارید دقیقا همون چیزی که تو همه برنامه تکست هم هست، فونت و سایز و اینه که من فکرم کاملا مشخص باشه. ادوانسش هم باز به همین صورت، تراکینگ، لاین اسپیسینگ، دقیقا این همون چیزی که شما حتی تو سیمپل تکست هم فکرم داشته باشید. 3D تکست رو من یه مقدار بدتر در موردش صحبت میکنم. فیس در واقع این سطوح شماست. اگر آوتلاین خطوط خارجی و شما اگر اینجا بیاید مثلا قطرش رو کم و زیاد بکنید میتونید ببینید که دقیقا این آتلاین چی هست. من اینجا مثلا یه رنگ قرمز سوخته یا قهوه میتونم واسش انتخاب بکنم، یه ذره قطرش بیشتر بکنم که یه ذره بیشتر فضای وسته بخوره. گلو شما میزان درخششه که توی فتوشاپ هم دقیقا به همین شکله و دراپ شادو هم که برای شما سایه اضافه میکنه. شما میتونید خاموش و روشنش بکنید. فکر کنم این قسمتش خیلی ساده است. تنها چیزی که اینجا داره اینه که اگر شما خواستید میتونید از این بالا این استایل هایی که به شکل پریست هست رو لود بکنید. اگر هم خودتون خواستید میتونید سیو بکنید استایل مورد نظر خودتون که از این تیکه بالا هستش. اگر سیو فرمت رو بزنید فقط این تیکه رو حفظ میکنه. اگر سیو اپیرنس رو بزنید تیکه پایین رو، اگر save all format and appearance رو بزنید کلش رو. خب این تیکه من فکرم خیلی مشخص است. من میام توی قسمت تایتل. توی تایتل شما به ازای هر کدوم از اینا که انتخاب میکنید این تفاوت میکنه. یعنی مثلا این ممکنه هر بار که شما اینجا میایید این قسمت یکی خواهد بود اما تو تایتل لاین برای هر کدومشون متفاوت خواهند بود. حالا ما اینجا یه فرانت کالر داریم که در واقع این سطحه یه رفلکشن کالر داریم که رفلکشن این تکست هست. من البته اگه یه ذره جلوتر برم شاید بهتر مشخص بشه که چه جوریه. و حالا هر کدوم از اینا رو واسه خواستین شما میتونید انتخاب بکنید و این تکست رو عوض بکنید و تغییر بدید به راحتی. من اینجا اگه یه تکست دیگه وارد بکنم مثلا بلار، یه سری توضیحات دیگه هم هست که فکرم رو این بشه راحت تر گفت. سایز شما فقط یه تر بکنم راحت تر داشت. این بیلد این و بیلد آوت به این معناست که اول این تصویر انیمیشن داره و با انیمیت وارد میشه و با انیمیت خارج میشه. این و آوتش انیمیت خواهد بود. اگر شما خواستید با انیمیت وارد بشه ولی با انیمیت خارج نشه میتونید آوت رو خاموش بکنید و انیمیت آخرش رو برمی داره. باز از اینجام شما میتونید یه سری چیزهای دیگر رو حالا بنا به اینکه کدوم یکی از اینا رو انتخاب میکنید میتونید تغییر بدید و اینجا عوضش بکنید. چیز دیگه که اینجا ممکنه نیاز به گفتن داشته باشه فکر نمی کنم باشه به غیر از خود بحث 3D که الان میریم سراغش. آن یه شاید یکی از چیزهایی که براتون جالب باشه این تم هایی هستش که خود فاینال کات به صورت پیش فرض داره و اینجا خودش جزء پکیج اصلیش هست. باز اینجا هر کدوم خواستید میتونید ببینید یا اگر خواستید میتونید به خود تایملاینتون اضافه بکنید. اونهایی که وسطشون یه همچین شکلی داره در واقع اینجا شما باید یه تصویر رو درگ بکنید
به طور مثال من میتونم بیام اینجا یه تصویر مثل اینو درگ بکنم اینجا یا درگ بکنم اینجا، باز هر دوش به یه شکله. اگر شما دیدید این کار سخته، مثلا موقع درگ اند دروپ کردن یه ذره اذیت میکنه، درست انجام نمیشه، میتونید بیاید توی قسمت تایتل، حتما یه مدیا ویل داره که دقیقا جای همون تصویر هست و دقیقا با کلیک کردن و عوض کردن این تکس ها میتونید عنوانش رو عوض بکنید یا استایلش رو. چیزی که بخوام اینجا بگم خدمتتون عقلم افتاده باشه باید اینم باشه، اینه دیگه فکر کنم همشون خیلی مشخص و واضح هستن که چجوری کار میکنن چی هستن. یه قسمت کردیت شما دارید که اینجا اسکرول یه تایتل اسکرول دارید، حالا اگه لود بشه یه استاندارد تریلر دارید، یه سری هم تم پیشفرض دارید که همچنین شکل و شمایلی دارن. من بیاریم اگه اینجا چیزی باشه که به این کار وستر ما بخوره، شاید این رو تون ترک بکنم. سکرپ بوک نه، ممکنه حالا مثلا همین کامپیوتر بد نباشه. من اینجا قرار میدم و همونطور که شما میبینین الان این تصویر زیری داخل این فضا قرار میگیره. اینو در نظر داشته باشید، تمام اینایی که اینجا هستن به این شکل نیست که حتما شما یه چیزی رو در اینجا درگ بکنید، بعضی هاشون روی تصویر شما تاثیر میذارن و تصویر خود شما رو توی فضای خودشون قرار میدن که به یه همچین شکلی هست و در نهایت شما میتونید بیایید و برسید به تصویر خودتون. یکی از مهمترین چیزایی که شاید اینو داشته باشن اینه که خب الان تمام این انیمیت ها پیشفرض شما تغییرشون نمیتونید بدید. اگر خواستید هر کدوم از این چیزهایی که اینجا هست رو عوض بکنید، بعد توی موشن بازشون بکنید. اگر اوپن کاپی موشن رو شما بزنید، توی موشن میتونید تغییرشون بدید که حالا اون توی قسمت دوم توی قسمت ادوانسمون میبینید. لور ثرد های شما همون یک سوم پایینی ها هستن که احتمالاً شما دیدید بارها، خیلی ساده است و خیلی مشخصه. من فکر کنم کاملا مشخصه که اینا چی کار میکنن و اینجا ما فکر کنم مورد خاص دیگه نداشته باشیم. فقط تنها چیزی که هست در مورد 3D که من یه توضیح کوچیکی بدم، از اونجایی که مثلا خود اپل هم خیلی داره تبلیغ میکنه روی این تایتل های 3Dش، بعضی هاشون مثل اینا که سینماتیک هستن سعی شده یه خود شبیه مثلا کمپانی مشهور باشن مثل یونیورسال یا مثلا شبیه فیلم ترانسفورمر باشه، یه سری چیزای اینجوری داره. حالا من این کمال شبیه یونیورسال رو ترک میکنم اینجا، از جوری که خود اینجا خود استودیو یونیورسال شاید بد نباشه، دقیقا استودیو وسترن یونیورسال و تیتراژ یونیورسال دقیقا الان دیگه خیلی با هم مچن، همچنان که تصویری که من موبایل گرفتم قطعا هیچ ربطی نداره به این تایتل با این اوباحت و اینا. خب بیایم اینجا، شما برای تغییر دادن این فقط یه چیز رو میتونید آن آف بکنید، اینه که یه همچین شکلی دارن و سینماتیک هستن. بک‌گراند رو میتونید آن یا آف بکنید و خیلی ساده میتونید اینجا تیتر رو عوض بکنید. مثلا و دقیقا این براتون اینجا پخش میشه. تنها موردی که در مورد تکست 3D هست، حالا من اینو حذف میکنم چون سیستم برای 3D شات زیاد مناسب نباشه، اینه که بیسیک 3D اینجا اضافه میکنم. شما یه سری هندل اینجا دارین زمانی که تکست 3D اضافه میکنید. این قسمت باز همونطور که شما میدید مختص این یه دونه است و به ازای این یه دونه این عنوان تغییر میکنه که حالا با پلی کردنش و تست کردنشون راحت میتونید ببینید. اما این هندل ها دقیقا همون چیزی که شما توی نرم‌افزارهای 3D دارید برای جابجا کردن، برای
چرخوندن توی محورهای مختلف. اینجا شما یه سری چیزا رو میتونید تغییر بدید. به طور مثال شما میتونید عمق این تکست رو زیاد بکنید. بذارم اگر به چرخان شب بهتر مشخص بشه. قطر خود حروف رو بیشتر بکنید. بول یا اون سطح لبش رو بزرگتر یا کوچکتر تغییر بدید. بذارید اینجا من خود این فونت رو یه ذره بزرگتر بکنم مشخص بشه. سر بهتر معلوم میشه. کاملا مشخصه که دستگاه من یه مقدار الان با این افکت 3D مشکل داره. این لبه در واقع بول شما به حساب میاد. هر کدوم از اینها رو که انتخاب بکنید این لبه ها به اون شکل تبدیل میشن. مثلا گروف که حالا این سطوح رو به اون شکل تبدیل میکنه. من اینجا دور برمیگرم به هم بدل اصلی خودم و سایزش هم میشه از اینجا بزرگتر و کوچکتر کرد. جنس خود این تیریدیش هم شما میتونید از اینجا عوض بکنید که مثلا مثل پلاستیک باشه، مثل فلز باشه یا مثل چوب باشه که من فکر کنم مثلا برای این فضای وستر ما چوب خیلی بهتر جواب بده. و حالا یه سری تغییرات هم اینجا هستش که شما میگم خیلی راحت میتونید خودتون با آزمون خطا ببینید که چی هستش. و لایتینگ هم نورش هست. شما اگر لایتینگ رو باز بکنید اینجا میتونید ببینید که یه سرف شده داره که سایه داخلی خودشه که خودش توی خودش هم سایه بنازه. انوایرومنت شما داریم که نور محیط شماست و در واقع جزئیاتی که محیط رو روی این تکست میندازه. البته این به تصویر بک‌گراند شما خیلی ارتباط پیدا نمی کنه. از در واقع این تصویرهای HDRی که اینجا هست میگیره نور رو. به طور مثال الان که ما یه فضای اینطوری باز داریم و آسمون و اینا توش هست بعد نیست از یه همچین چیزی استفاده بکنیم که بیشتر شبیه فضای بک‌گراند خود ماست. یا از شاید این یکی فیلد فکرم همین افتاد نماشه. و شما هم اینجا نور رو میتونید تغییر بدید. لایتینگ استایل استاندارد، نور از پایین، نور از بالا و حالا چیزهای دیگه که اینجا هستش و من فکرم حتی تصویرش هم کاملا گویاست. خب من فکرم سوال خاصی در مورد این تایتل ها نباشه. اینا خیلی مشخص و واضح هستن. تمام اون چیزی که تو بحث انیمیت داشتیم اینه که شما میتونید اینجا کی فریم بزنید و برای چیزی که روش این عنوان کی فریم فعال باشه شما میتونید کی فریم هم بزنید. خیلی از اینجا الان عنوان کی فریمشون غیر فعاله. مثلا شما فقط الان فرض کنید توی دراپ شادوز احتمالا میتونید اینا رو کلیپ بزنید یا حتی نه اینا هم حتی فعال نیستش. خیلی محدود راستش چیزی که گذاشتن به عنوان 3D بابوش که خیلی تبلیغات هم کردن روش ولی خود من که به شخصه به هیچ وجه از این چیزی استفاده نمی کنم ولی خب تونستنش ضرری نداره.